توی این ویدیو قراره با هم دیگه از میدون منیره بریم به سمت میدون قزوین، همون شهر نو در گذشته. قراره حال هوای قدیم و حس و حال الان رو با هم دیگه کنارم که احساس کنید. این ویدیو رو به شما از دست ندید، با هم دیگه بریم ببینیم چی پیش میاد. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. الان دقیقا تو خیابون ولیعصر که همون پهلوی سابق هستیم، میخوایم بریم به سمت راهن. اینجا میدون منیریه، یکی از بورس‌های اصلی لوازم ورزشی تهرانه. بریم به سمت جنوب یا همون میدون راهن. البته میخوایم بریم تو خیابون قزوین یا همون میدون قزوین، دروازه قزوین. ببینید اینجا اول خیابون معیریه یا منیری و سلطنه در گذشته که محل عیون نشینه که قبلا براتون ویدیوشو درست کردم. اینجا هم که یه سه چرخ سبزی آورده، فکر کنم قیمتش مناسبه و مردم ما هم که عاشق سبزی، مثلا سبزی خوردن که فکر میکنم خیلیاتون مثلا کسایی که نیستی دلتون لک داده برای سبزی خوردن خیلی تازه، از اون شاید هم باشه در بعضی کشورها شما از اون بتونید پیدا کنید. قرار امروز یه سفر درون شهری داشته باشیم با حال و هوای مردم زیبای شهرمون. میدونی میدون منیریه خیلی تغییر و تحول توش ایجاد شده، از اون حالت دایره‌ای تبدیل شده به یک استوانه تقریبا و یه فضای خیلی خوبی اینجا تعبیه کردن. البته این آب نواش اگه روشن باشه خب مسلما حسال خیلی بهتری رو بهمون میده و کلی از مردمی که میان برای اون کفتر چایی ها اونجا نون خوش یا دونه یا ارزن هرچی که شما فکر کنید و میریزن که اونا لذت ببرن. مستقیم میشه خیابون ابو سعید که میره سمت چهار ابو سعید و به سمت بازار میریم دیگه، یکی از خیابونهای اصلی تهران به حساب میاد، دقیقا همین خیابونی که دارید میبینید. اینجا مترو میدون منیری است، ورودیشه و خط دو آبی کم رنگ، خط دو خط سه آبی کم رنگه. واقعا این مترو خیلی چیز خوبی شده. در حال حاضر قیمت بلیت مترو 4300 تومانه فکر کنم، انشاءال افزایش قیمت داشت از اول اردیبهشت ماه. این مسیر یکی از مسیرهای به قول خودمون شلوغ تهران به حساب میاد. از این موتوری هایی هم که اینجا میبینید متوجه میشید دیگه. اگه خاطرتون باشه من یه ویدیو کامل توضیح دادم بابت هر ترافیک و حضور موتور سواران داخلش، علتاش چی بوده. اگه دوست داشتید حتما تماشا کنید و متوجه بشید که چرا این ناحیه پر از موتوریه. خب بهتون گفتم اینجا بورس لوازم ورزشیه. حالا به سمت شمال میدون منیریه خیلی بیشتره تا به سمت جنوب. این سمت هم وجود داره ولی نه به همون اندازه. میتونم به جرئت بهتون بگم یکی از قشنگترین خیابونامون همین خیابون ولیعصر یا پهلوی سابق در گذشته است. یه زیبایی بصری خیلی خاصی داره. داشتم بهتون گفتم اینجا جزء محله های قدیمی تهران هم به حساب میاد که الان پایین تر که بریم خیابون فرهنگ، خیابون قزوین، محله شاپور، آگاهی شاپور حتی جزء محله ها به حساب نمیاد ولی معروفه. امیریه، خیابون قزوین هم فکر کنم بهتون گفتم، این بومبی از گذشته است دیگه. بازارچه، همه اینا تو گذشته برودیایی داشته. شهر تهران شهر 40-50 سال پیش، 60 سال پیش یه نقاطی مثل عباس‌آباد شمال شهر به حساب میمده. زعفرانی ها و نیاوران اونجور جایی کنن خونه ویلایی بوده یا خونه باغ بوده، زیاد مردم به عنوان داخل شهر اینا به حساب نمیوردن. بیشتر وقتی گردشی بوده و اون کسایی که حالا عوض مالی خوبی برخوردار بودن رفت آمد داشتن، ولی اینجا جایی بوده که مردم عام زندگی میکردن، از بازاری گرفته
تا اون کارمند و اون کارگرش و هر چیزی که شما فکر کنید اینجا حضورش. حالا نمیخواستم ریا بشه، یه عقضیه فروشی منه، عقضیه امیره. آره چقدر هم شلوغه، نمیدونم اصلا انقدر مشتری فلافل دارم. شوخی کردم. اینجا خیابون پیرانعقله که اگه از صداقت و معیری به این داخلش میخوره به همه خیابون پیرانعقل و میره وسط محله. یکم محله های خوش آب و هواس دیگه، انقدر که سرسبز اینجا، جزء جاهای خیلی قدیمی این ناحیه به حساب کرد. ولی هم میدین همه ساخت و ساز شده دیگه. حالا خوشبختانه این درختاش پا بر جا مونده، ولی ساخت و سازش به شدت زیاده. این معضل پارک تو پیاده رو تو این محله که جا پارک هم گیر میاد همیشه بوده و هست. تا به انتها نگاه کنید همش ماشینی که تو پیاده رو پارک کرده. برگردیم بریم سمت خیابون. یه گل فروشی بود، میبینید اینجا پر از گل دون بود و مردم اینجا عادت کردن به این فضای سبزی که این گل فروشی براشون تعبیه کرده. برگشتیم دوباره داخل خیابون اصلی. جلوتر هم که خیابون فرهنگ رو داریم، یکی از قدیمی‌ترین و گرون‌ترین خیابون ها داخل این محله به حساب میاد. خیابون فرهنگ که امتدادش هم میده میخوره زیر بازارچه. هلی گفتید بازارچه کجا؟ اونه که اهل این محله باشن حتما میدونن دقیقا به کدوم بازارچه میخوره. در آینده حتما ویدیوشو تهیه میکنم براتون. حالا قصدم میدونی که بریم به سمت میدون قزوین و دروازه قزوین. خونه ها اینجا قیمتاش متفاوته. مثلا تو خیابون فرهنگ خونه تا 100 میلیون هم متری پیدا میشه از 60-70 تومن. پیران عقل باز بین 60-70 تا 80-90 میلیون هم هم. خیلی از جای دیگه اینجا همه خونه ها بین 60-75 میلیون تومنه. بستگی داره که حالا موقعیتش به چه صورت باشه. از داشتم خیابون فرهنگ رو رد میکردم، واقعا جز خیابون های خیلی سرسبز هم به حساب میاد. این اتوبوس های بیارتی هم که اتوبوس های تندروی موتوری هم دو خط ویژه هم جا آمبولانس میخواست سبقت بگیره، مریض داشت نزدیک بود همدیگر رو زیر بگیرن. و این اتفاق همیشه اینجا رو تصادف های وحشتناک که اینچه من فکرم اتوبوسی با موتوری هایی که دارن تو خط ویژه که مخصوص اتوبوس های تندروی پارکوی تا راهنه برخورد میکنه. کرایه اتوبوس هم 4300 تومانه مثل کرایه مترو. ببین چی دارم میبینم. اون شیرمال، رایشوی، گتاب یکی منو بگیره که قش کردم. الان فصل باقالی هم هست. یه جوری باقالی زیاد شده که نگونم توپ کارنگی گوجه که سبز که روی 185,000 تومن. میدونم یه مغازه تک مونده، ساختمون پشتش کامل خراب شده، احتمالا نخواستم مغازه رو بده برای ساخت و ساز. جالب بود کیک های تولد، شیرینی خشک و باقلوا. خیلی وقت بودیم اطراف قدم نزده بودم، یه جورایی دلم هم تنگ شده بود. الان حدودا ساعت 12 ظهر و
البته سر ظهر هم میشه احساسش کرد. حالا یه طلا فروشی دیدیم این چند وقته خیلی از طلا فروشی ها اعتصاب کردن سر اون سامانه جدید که حالا من اطلاع دقیقی از اون سامانه ندارم که سه چیزی سر حاله می شده که نزیزان مغازه هاشون رو ببندن و یه جوری اعتصاب کنن. خونه‌های قدیمی رو می‌بینی؟ خیلی کم مونده، توش پر از مغازه است، همین خاطر تا حالا تخریب نشده. رسیدیم سر خیابون قزوین. جام که بشیریه بریم داخل خیابون. ابتدای خیابون قزوینه که شروع میشه و میره تا دروازه قزوین دیگه، یه جورایی یه قدمت چند صد ساله داره، یکی از خروجی های اصلی شهر تهران در گذشته به حساب میاد. میبینید این خیابون این سمتش به شدت خلوته و همه مغازه ها رو فکر کنید تعطیله. میدونی چرا؟ چون خیلی از این ساختمون ها دیگه کسی داخلش نیست. واقعا حیف این نمایان نیست، اینجوری به جورایی صاحبی نداره و هیچ کس به دادش نمیرسه. واقعا چه نمایان زیبایی داشتیم در گذشته. و معماری خودمون حرفی برای گفتن داشت و یه جورایی میشه گفت اصیل خودمون بوده تا حدی. حالا نمیگم دست نبرده شده تو، چرا اونجا هم تغییرات ایجاد شده، اینجا داده خراتی. خراتی بیشتر کار روی چوب رو بهش میگن خراتی، حالا من از دارمی که میشناسم. مغازه قدیمی اینجا ها پیدا می شود، شغلاشون هم اصول از پدر به پسر می برسه. یه نون تازه، اون نون سنگک. نون سنگک در حال حاضر 5000 تومن و بزرگ خاشخاشیش 10000 تومن، دورو خاشخاشی و کنجد و همه چیز 20000 تومن. داری قهوه خونه بود که شیشه هاشو مات کرده بودن. برای خیابون رو میبینید اکثرا دست نخورده پره و داخل خودش هستن. یک مغازه های تجاری اصولا فروخته شده، یه سرقفلی هاشو فروخته. اینجا هم که دیگه بورس موتورسازی دیگه، نگه بریم سمت جنوب یا پایین، به سمت میدون قدیم رو پایین بریم سمت میدون گنبرج، بزر قدیمی ترین نوبات تهران تو موتورسازی و موتور هرچی هم که یه زمانی گم میشد میمده گمرک پیدا میکردم. اینو فکر میکنم خیلی هاتون شنیده باشید. من بارها اسم خیابون جوادیان رو بهتون گفتم، جزء خیابونه خیلی قدیمی و اسم خیلی خوشگل داره که میخوره دقیقا بغل میدون گمرک. من نمیگم تو بعضی ویدیوها، میگم تو بعضی نمیگم برای اینکه بذار چالش برانگیز شد. اینجا بورس اصلی دوچرخه فروشیه، خیابون جوادیان تهران و خیلی معروفه، اسم خیلی معروفی داره. دیگه داریم کم کم نزدیک
میدون قصیم یا دروازه قصیم میشیم، یکی از معدود میدونهاییه که به خاطر اینکه خیابون یه طرفه از سمت جنوب به شمالش میاد، میدونش دو طرف هست، یعنی از سمت جنوب میتونه هم به سمت چپ بپیچن هم به سمت راست. حالا اینو جلوتر با تصویر بهتون نشون میدم. میدونید که پایینش میشه محله شهر نو که در حال حاضر پارک رازیه. خیلی ها اسم محله شهر نو رو شنیدن. اونم رسیدیم به خود میدون. میدون رو به سمت بالا خیابون کارگره که میره همون سیمتری قدیم میره سمت میدون انقلاب یا میدون مجسمه. این سمت هم که میشه جنوب میدون قزوین، مستقیم هم که خیابون قزوینه، پایین هم که بهتون گفتم میره سمت میدون گمرک. بیمارستان فارابی یکی از بهترین بیمارستان های مخصوص چشمه که خیلی هم معروفه تو سطح شهر. شاید براتون جالب باشه که بدونید اینجا دقیقا همونجا که بهتون گفتم دو سمت بعد بپیچن الان چه اتفاقی افتاده. اتوبوسی که میتونه تو خط ویژه رو به جنوب بره دیگه طرف هست، فقط رو به پایین مخصوص اتوبوس هست و اینجا این ماشین میخواست بپیچه، البته میتونه بپیچه دست چپ ها، اینجا مجاز هست. اتوبوس هم یه جوری وایساد که راه نداده باشه و اینجا همه ماشین ها هی دارن میرن، یه ترافیک شد اینجا. گفتم که ببینید، حالا الان برای اینکه مطمئن شید این مسیریه که درست کردن اینها که دیگه میدون رو دور نه، اینقدر که مردم خود سر این کار رو میکردن از ریگوید بزنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پار انرژی، بدرود.